خاطر قهرمان فیلم این هفته ما یک راز هولناک رو برای سالهای سال در سینه پنهان کرده. پدر او نه تنها براش پدری نکرده، بلکه یک متجاوز جنسی بوده و بارها دخترش رو حامله کرده. هزار و یک زن چون من روایتی است از اونچه که بر خاطره رفته و عیان شده. این فیلم رو ببینید، اما مراقب باشید که تماشای این فیلم برای کودکان توصیه نمیشه و نباید ببیننش. سلام، حسن سرچو هستم و شما میهمان سینمایی کوچکی آپارات هستید با یه فیلم خیلی خاص، فیلمی که موضوعش در همه جوامع یک تابو یا ممنوعه هست. تجاوز جنسی در جوامع مختلف یه عمل غیر انسانی و جنایتکارانه به حساب میاد و باهاش برخورد میشه، اما برخی از این جنایت ها که در محیط خانوادگی رخ میده به دلیل محدودیت های جامعه سنتی و ترس از آبروریزی در بین فامیل و در همسایه کمتر در عرصه های عمومی مطرح میشه. خاطره قهرمان این هفته ما که بارها توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفته و حامل شده، در برابر این جنایت طغیان کرده و پدر را در کابل به دادگاه میکشونه. هزار و یک زن چون من ساخته سهرامانی روایتی است از این مبارزه خاطره با یک جنایت هولناک در درون خانواده. سهرامانی متولد مزار شریف هست و در ایران بزرگ شده و تحصیل کرده و در لندن فوق لیسانس مستندسازی گرفته. او تا کنون 11 فیلم مستند و داستانی ساخته و بیشتر این فیلم ها هم درباره مسائل زنان در افغانستان هستند. سهرامانی از راه دور این هفته میهمان برنامه ما هست و همینطور اینجا در سینما عبدالحسین دانش فیلمساز و صاحب نظر در سینمای افغانستان و عادله محسنی حقوقدان و فعال مسائل زنان در افغانستان همراه با ما هستن. خیلی خوش اومد میدیم به هر سه شما. خوش اومدید شما هم همینطور خانم مانی، و فیلم رو به اتفاق شما و بینندگان ببینیم بعد دربارهش صحبت میکنیم.
1001 زن چون من رو دیدیم، مستندی با یه موضوع منحصر به فرد، ساخته سهرامانی. فیلم به غایت واقعی و به شدت تلخ و دردآور هست و فریاد بلند یه زن افغانستانی که تن به سنت‌ها و دیدگاه‌های ظالمانه به خاطر حفظ آبروی خانوادگی نمیده و میخواد صدای همه زنها و دخترهایی باشه که قربانی شدن و صداشون رو کسی نمیشنوه. فیلم حضور بسیار موفقی هم در جشنواره‌های فیلم در سراسر جهان داشته و برای سازندهش جوایز بسیاری رو به همراه آورده. سهرامانی سازنده این فیلم از راه دور با ما هست و همینطور اینجا در سینما عبدالحسین دانش، فیلمساز و صاحب نظر سینما در مسئله افغانستان، و همینطور عادله محسنی، حقوقدان و صاحب نظر در مسائل زنان، همراه با ما هستند. گفتگو میکنیم درباره فیلم و گفتگو رو با شما شروع میکنیم. خانم مانی، چرا اول اصلا اسم فیلم رو گذاشتید 1001 زن چون من؟ راستش من برای انتخاب نام برای فیلم خیلی دچار مشکل بودم و کار آسانی نبود و من این نام از صحبتهای خود خاطره انتخاب کردم. وقتی که یک جایی گفت که من در یک شبکه تلویزیونی رفتم و در مورد آنچه که در خانه به من اتفاق افتاد صحبت کردم، زنای زیادی از اطراف افغانستان تماس گرفتن و گفتن که خاطره خیلی خوشبخت است که این فرصت داره که در مورد آنچه که بر او رفته با مردم صحبت بکنه و حقش بخواه. ولی ما در جایی از افغانستان هستیم که این امکان بر ما وجود نداره که ما بریم و از جای حق ما را بخوایم و ما مجبور هستیم که سکوت بکنیم. و بعد خاطره به من یک جمله گفت که من فکر میکنم که هزاران زن دیگه مثل من هست. فکر میکنم که تا حدی نام مناسبی شاید برای فیلم باشه. آقای دانش، فیلم مهمی هست و اهمیت زیادی هم پیدا کرده و در جشنواره‌ها هم مورد توجه بوده، این طرف و اون طرف هم دربارش زیاد صحبت شده. به جز موضوع منحصر به فرد فیلم، اهمیت این فیلم رو شما در چه میدونید؟ غیر از خود موضوع، در واقع فیلمساز وضعیت یک جامعه را نشان میده و آنچه که زن در بطن جامعه با او در واقع دست پنجه نرم میکنه، فضای جامعه و فشاری که در بعض از خانواده ها نسبت به زن وجود داره، و فیلم در واقع نگاه کنشگر داره به نظر من نسبت به موضوع و اعتراض هست فیلم بر علیه آن چیزی که وضع موجودی که وجود داره نسبت به زنها و پنهانکاری که وجود داره نسبت به حوادث مثل خاطره در جوامع شرقی. خانم محسنی، اهمیت این فیلم رو شما در چه میدونید؟ چیزی که هستش که این فیلم رو واقعا منحصر به فرد کرده اینه که این خانم میره به محکمه، جرأت میکنه و صداشو میکشه و چون پنهان است جرایم از این قبیل، ما نمیتونیم بگیم که تعدادش چقدر است، ولی چیزی که هستش جرم به هر حال جامعه افغانستان بیشتر از 40 سال است که در جنگه و این جنگ همه چیز رو از بین برده و هنوز هم جامعه اون تابوهای خاص خودش رو داره. هنوز با وجود اینکه بعد از سال 2001 ما یک تلاش کردیم که حداقل اکت دموکرات بودن رو در افغانستان بکنیم و بقیه ما رو کوشش کردن که به ما بیاموزن که چطور ما دموکراسی رو پیاده کنیم در کشور خودمون، ولی چون افغان‌ها روند رو طی نکردن ما هنوز هم مشکل داریم با این. بنابراین هنوز سیستم قضایی ما مشکل داره، هنوز پلیس ما مشکل داره، هنوز مردم به دولت باور نداره. شما هم در این فیلم دیدین که خاطره اشاره میکنه که من رفتم پیش ملا، ملا گفت که صبر کن طالبان بیاد. یعنی هنوز هم ما میتونیم این در بین عوام ببینیم که مردم هنوز منتظر یک عدالت هست. خانمانی، توی این فیلم شما حالا به شکلی هوشمندانه چهره متجاوز یا جنایتکار رو نشون نمیدید، جز یکی دو صحنه خیلی معدود و کوتاه و از راه دور، و تعمد دارید در این نشون ندادن که به هر حال تاثیرگذار هم هست. حالا به هر شکلی برای خودتون چه کاربردی داشت؟ چرا تصمیم گرفتید که پدر رو اصولا نشون ندید؟ من تصمیم گرفتم که فیلم رو
در مورد دنیای درون این زن و دنیای بیرونش بسازم. واقعیت‌هایی که هر روز باش مواجه است و اتفاقاتی که در درون ذهنش میفته. به می خاطر احساس کردم که بجز یک صحنه که فکر میکردم لازم است که تماشاگر یک بار پدرش ببینه و بیشتر نه، او جایی، او پدر جایی در فیلم من نداره، بلکه کسی که قهرمان قصه است خود خاطر است و خودش توانایی داره تا قصه خود تعریف بکنه. به می خاطر عمدن تصمیم گرفتم که پدر از فیلم بیرون بکنم و بقیه عواملم کم بکنم و فقط تمرکزم روی این دختر باشه و با این پیش برم. آقای دانش، اشاره کردید قبلتر هم به این که فیلمساز یک فیلم کنشگر رو ساخته. منظورتون از این کنشگری چی هست؟ چگونه کنشگری است؟ کنشگر از این زاویه هست که این فیلم هم کنشگر است و هم در واقع از نظر من یک فیلم هست جستجوگر برای روایت یک سرنوشت. خب کنشگر از این لحاظ که فیلم اعتراض میکنه بر وضعیت موجودی، اعتراض میتونه بر سنت و دین باشه، این اعتراض میتونه بر فرهنگ و سنتی جامعه باشه، این اعتراض میتونه بر قانون و بر دولت باشه، بر قاضی ها باشه، بر دادگاه ها باشه و این اعتراض میتونه بر سکوت ملاها باشه. حتی از این منظر کنشگر میدونید. در این حال هم به هر حال فیلم به قولی و فیلم ساز در این فیلم کاملا خودش فعال هست، یک موضع و نگاه داره و در اون میانه راه هم حضور داره. یک جای از فیلم هست حدود دقیقه 40 فکر میکنم که خود فیلمساز هم وارد صحنه میشه و یک بیانیه ای اونجا میده. چقدر فکر میکنید حضور شما خانم مانی توی این فیلم و در واقع اون بیانیه که اونجا بیان میکنید همجنس و متناسب با فیلمتون هست، یا در واقع یک نریشنی اونجا میارید در که قبلا توی فیلمتون نداشتید و بعدش هم ندارید؟ احساس کردم که یک جایی از فیلم نیاز است که برگردم و یک استیتمنت بتم که چرا تعریف کردن قصه یک زن در افغانستان کار خطرناکی است؟ چرا زنها حق ندارن قصه های خود آزادانه با دیگران در میان بگذارن؟ چرا زنها قصه های خود باید به خود به گور ببرن؟ و چرا قصه های زنانه در افغانستان بخشی از غیرت ما محسوب میشه؟ احساس کردم اگر بر نگردم و این قصه رو تعریف نکنم، این قصه مثل هزار و یک قصه دیگه زیر خاک مدفون میشه و اگر قراره که برگردم باید با مخاطب خود صادق باشم و بگویم که چرا برمیگردم، چرا تعریف کردن این قصه برام اینقدر اهمیت داره، چرا با وجودی که بار بار از اون خانه رانده شدم دوباره پس رفتم. و احساس کردم که نیاز است که یک استیتمنت بتم تا خیلی کسایی که افغانستان رو نمیشناسن و با مشکلات این کشور، مشکلاتی که اکثر زنها با او در روبرو هستن آشنایی ندارن، بدانن که تعریف کردن یک قصه ممکنه به قیمت جان یک زن خلاص شود. و فکر کردم که دادن یک استیتمنت در فیلم باعث میشه که فیلم واضح تر شوه و به فهم فیلم کمک بکنه. خانم محسنی، نقش جامعه سنتی، دین و دولت توی مسکوت موندن یک همچین تجاوزهایی و جنایتهایی چقدر هست؟ خب مسلما نقشش خیلی پررنگ هستش. مثلا وقتی که جامعه نمیخواد اینو بروز بده، جامعه نمیخواد به صورت یک تابو در میاره و نمیخواد که روی این مسئله پرداخته بشه، مسائل دینی به خاطر این که میگه مسئله لوس میشه بین جامعه و دیگران یاد میگیره، به خاطر این بیشتر تلاش میکنه که مسکوت بگذاره، ولی دولت به هیچ وجه حق نداره، به خاطر این که اون باید دنبال عدالت باشه برای عموم. و وقتی که میبینه که یک ناهنجاری در جامعه اتفاق میفته، یک جرمی در جامعه اتفاق میفته، دولت باید اقدام بکنه. و اینجا به نظر من دولت نقشش باید خیلی سریع عکس العمل درست داشته باشه در دفاع از مظلوم و قوانین افغانستان رو باید رعایت بکنه. ولی جامعه و
ملاها اینا به خاطر اینکه بیشتر اولا به خاطر که اینا دلیل میارن میگن لوس نشه که بقیه یاد بگیرن، یکی دومی که تابوهایی که در داخل خانواده هست توی افغانستان بیشتر زنها قربانی نام پدر و فامیل و خانواده خودشون هست. یعنی شما پیش هر زن اگه بشینین واقعا هر کدومشون یک قصه است، یک افسانه است، از بس که آدم باورش نمیشه. ولی فقط همین چند مسئله باعث میشه اینکه نام پدرش رو خوب نگه داره، خودش رو نندازه به دهن مردم که مردم در موردش صحبت بکنه. و به هر حال زن خوب کسیه که ساکت باشه همیشه. این یک تابو هست در افغانستان متاسفانه و نقش زیادی داره در این که جرایم رو مسکوت نگه داره. و آیا کاری شده مثلا کار آموزشی در طول این سالها انجام گرفته که به بچه ها یاد بدیم که اگه چون این اتفاقاتی افتاد چگونه برخورد بکنن، به کجا مراجعه کنن؟ ما کارهای زیادی در داخل افغانستان کردیم و ادامه داره این کارها برای بیداری مردم. شما ببینید بعد از سال 2001 ما تعداد زیاد سینماهایی که در تلویزیونایی که در داخل افغانستان داریم، این خودش برای بیداری مردم کار میکنه. چون قبلا در افغانستان رسانه ها فعال نبود، ما مطبوعاتمون الان خیلی فعاله، رادیوها خیلی فعاله و از همه مهمتر اینترنت. اینترنت حتی کسایی که بی سواد بودن در روستاها، من خودم متوجه شدم که اینا به خاطر اینکه مسیج کنن، تکس کنن به یک دیگر و از اینترنت استفاده کنن، خودشون رفتن یاد گرفتن سوادو. خب به هر حال این در بیداری مردم نقش داره. به اضافه این که ما کارهای دیگه‌ای که از طریق نهادهای مدنی در افغانستان شده، در بخصوص شهرهای بزرگتر مثل هرات، مزار، قندهار و خود کابل اینا، و مهاجرینی که برگشتن از جاهایی که بودن مثل پاکستان، ایران، برگشتن داخل افغانستان، اینا خودشون باعث این شدن که جامعه تغییر کنه. یعنی ولی من سوالم اینه که مشخصا برنامه اجرا شده، یک برنامه آموزشی برای پیشگیری از وقوع چیزهای شبیه به این یا خیر؟ نه، فکر نمی کنم که همچین چیزی شده باشه. گرچه ما برنامه بیدارگری برای زنها خیلی زیاد داشتیم برای اینکه حقوقشون رو بهشون نشون بدیم و بگویم که کجاها باید اعتراض بکنن، ولی برای اطفال توی مدارس من فکر می کنم ضرورت به هنوز نشده. من فکر می کنم که همین فیلم سهرامانی و کاری که خاطره کرد آمد در تلویزیون موضوع فاش ساخت، خب عمومی ساخت و فیلم ساز رفت در باری از این فیلم ساخت، این خودش میتونه در آگاهی دهی جامعه نقش بسیار بارز بازی بکنه. و خاطره فکر میکنم که هم در موفقیت این فیلم در واقع حضور خودش که آمده حضور پیدا کرده در فیلم و همی که انعکاس این موضوع در رسانه ها در افغانستان یا در جاهای دیگه، این میتونه به هر حال در آگاه دیگه جامعه هم نقش بازی بکنه. اما به صورت سیستماتیک فکر نمیکنم که در افغانستان بلد. مثلا وزارت معارف افغانستان کار کرده باشه برای آگاهی دیگه به دانش آموزا و یا خود دولت مثلا پروگرام خاص داشته باشه، چون این کار متاسفانه فکر نمیکنم به صورت عمومی صورت گرفته باشه. یکی از مسائل دیگه ای که تو این فیلم وجود داشت و امیدیدیمش تصویرهای کودکان هست، کودکان خاطره، قابل وضوح بود. البته خب ما اینها رو به دلایل حقوقی و قانونی پوشوندیم این تصویرها رو. با خانم سهرامانی چقدر موقع که داشتید این تصاویر رو میگرفتید فکر میکردید به این که امکان نمایش عمومی‌تر تصاویر کودکانی که در این شرایط قرار گرفتن وجود نداره و ممکنه مشکلاتی رو براتون به وجود بیاره؟ آیا این اصلا براتون مسئله بود موقع ساختن فیلم؟ کار کردن با اطفال معمولا آسان نیست. یکی از مشکلاتش هم همین مسئله است که شما میگین. ولی آدم وقتی میخواد که با یک طفل کار کنه، از سرپرست طفل معمولا اجازه میگیره و که البته من اجازه را از خاطره داشتم. اما در مورد فیلم خاطره باید عرض کنم که از اونجایی که این فیلم در مورد خاطره و اطفال خاطره است، من نمیدانم که چطور میتونستم این فیلم بدون نشان دادن چهره اطفال بسازم. و در اون شرایطی که من تصمیم گرفتم این فیلم بسازم، یک شرایط بسیار بحرانی بود و هم خاطره مشکلات زیادی داشتیم و من نمیدانم اگر امروز بخوایم فیلم بسازم
به گونه دیگه خواهم ساخت یا ای که اصلا نخواهم ساخت. ولی اینکه میگین که نشان دادن چهره اطفال، یک بحث دیگه هم در افغانستان هست که آمار بسیار زیادی از اطفال در افغانستان به خاطر انتحار و انفجار در شهر کشته شدن و این اطفال اطفالی بودن که روی سرک کار میکردن یا تکدیگری میکردن. میزان بسیار بالایی از خشونت های اجتماعی مثل تجاوز، دزدی، لت و کوب داریم که مستقیم متوجه اطفال کار هستند. اطفالی که روی سرک کار میکنن و ما یک آمار بسیار بالایی داریم. من اگر به عنوان یک ژورنالیست یا یک فیلمساز از نشان دادن چهره اطفال محروم شوم، آیا ضرر مستقیم متوجه ماس یا متوجه طفلا؟ اگر قرار است که یک مستندساز صدای رسای جامعه شود و اگر قرار است یک مستندساز یک آینه در مقابل جامعه قرار بده که شما جامعه را ببینین، اگر ما محروم باشیم از نشان دادن آسیب پذیرترین چهره های اجتماع ما، در صورت جامعه ما به کدام سمت میره؟ آیا این بحث یک بحث خیلی شیک است امروز بر افغانستان؟ یعنی به درد جامعه انگلستان میخوره که یک جامعه مرفعی است و شاید این بحث جایی نداشته باشه در افغانستان، یا نه یک بحثی است که باید ما به یک نتیجه برسیم. ولی برای من مهم است که اگر ما یک قشر محروم بکنیم از نشان، یعنی اونا رو بدون تصویر بسازیم یک قشر، آیا او قشر ضرر نمی کنن؟ ای یک سوال است که اول باید برش جواب داده شود در جامعه افغانستان. خانم محسنی به فیلم گرفتن از کودکان اشاره کردن و تو فیلم هم شاهد بودیم، جایی هم هست که یکی از بچه هم یکی از ما فیلم نگیرین بچه های این خانواده، به لحاظ حقوقی و قانونی این مسئله چگونه هست؟ آیا امکان تصویر گرفتن از این کودکان وجود داره؟ ما متاسفانه در افغانستان قانون خاصی که از اطفال حمایت کنه نداریم، و ولی در قانون رسانه ها آقای دانش هستن، اینا شاید بیشتر اطلاع داشته باشن در مورد اون آقایی که برادر خاطر میسته میگه که حق نداری از من فیلم بگیری چون من نمیخوام این جامعه منو ببینن و این از این موضوع باخبر بشن. اینجا نه، به نظر من، منم خیلی ناراحت شدم اون صحنه رو که دیدم و تعجب کردم که چرا سهرا جان به این توجه نکرده به این مسئله، که خب به هر حال حیثیت شخصی هر کس هستش، این بچه جرم شخصی هستش و بچه این آقا مقصر نیست، متوجه این؟ و این نباید چوب پدرشو بخوره، چون که این بچه جوان هست، باید زندگی بکنه، باید کار بکنه و جامعه ما سنتی هستش، عرف عوام موجب میشه که این اذیت بشه تو اجتماع. بنابراین من فکر میکنم که این قسمتو باید زهرا جان بیشتر فکر میکردن سرش، یا حتی حالا میتونن، به خاطر اینکه اون به حضور میگه من راضی نیستم. ولی در مورد اطفال، همیشه اتفاقا من سر مسئله اطفال در افغانستان درگیر بودم با همه جا، به خاطر اینکه اطفال نماینده خاصی ندارن که از اونا دفاع بکنن همیشه، و قوانین خاصی وجود نداره. حتی ما در قانون افغانستان، قانون اجازه میده که برای تربیت بچه تنبیه بدنی رو قانون اجازه میده. شما تصور بکنین این خیلی دردآوره، و فکر میکنم این یک انگیزه بشه باز برای کسایی که فیلمساز هستن که چطور وقتی قانون اینو اجازه میده، معلم به خودش اجازه میده که طفل بزنه، مادر اجازه میده که طفل بزنه. قانونی هست تنبیه کودک توی قانون افغانستان اجازه میده برای تربیت طفل رو بزنی، تنبیه بدنی کنی، و این واقعا دردآوره. اما تا من شخصا خودم بر نخوردم به این بند یا به این موضوع، ولی خب وزارت معارف افغانستان اخیرا به نظرم اقدامای خوبی کرده برای جلوگیری از تنبیه بچه ها در مکتب ها، و حتی مثلا شاید در ایران هم باشه که اگه بچه مثلا مشقش خوب نوشته نمی کرد، معلم می آمد مثلا مویش قیچی می کرد، یا موی بلند در مدرسه مثلا. خب ولی اینا رو ممنوع ساختن. بله همچنین البته موضوع بحث فیلم ما هم نیست. بپردازیم به خود فیلم. آقای دانش، فیلم به هر حال تا به دلیل ماهیتش و موضوعش تا حجم زیادی احساسات درش دخیل هست، و بغض و گریه و ناراحتی البته،
و فیلمساز هم خب اینها رو توی فیلمش آورده، فکر میکنید که این احساسات و این فضای حسی که صد البته فیلمساز هم ازش چاره ای نداشته به دلیل شرایط خاصش، چقدر توی فیلم میتونه به کار گرفته بشه یا کمک میکنه به دادن پیام فیلم؟ به نظرم خود موضوع، اما تو که شما اشاره کردین، خود موضوع فیلم موضوعی بوده و هست که در خود تراژدی داره، در خود یک تراژدی بسیار وحشتناک داره. خب اما سهرامانی در لحظات بسیار خصوصی دیگه هم مثلا امرای خاطره رفته، ما لبخند خاطره را در لحظات از فیلم داریم، صحبت میکنه، خودمانی گپ میزنه، میخنده در رابطه با بچه ها، مثلا در رابطه با زینب و بچه دیگه که تازه به دنیا آمده گپ میزنه. یعنی این صحنه ها را ما داریم در فیلم، با وجود او اتمسفر کلی که به فیلم حاکم است که عبارت از یک قصه دردناک است، یک حادثه وحشتناک است. این خب خود فیلم اقتضا میکرده که چنین باشه و در سینما از این موارد بسیار زیاد است. خانمانی اشاره کردن به نزدیکی شما به اون خانواده، خیلی راحت هست این حضور و دوربین احساس نمیشه، این خانواده به راحتی حرفاشون رو میزنن، به خصوص خاطره رها هست مقابل این دوربین و عنصر اذیت کننده ای نیست. چطوری به این راحتی تونستید برسید در زمان فیلم برداری این فیلم؟ من معمولاً با دوربینم زیاد با شخصیت هایم زندگی میکنم، تا جایی که شخصیت های فیلم به این نتیجه برسن که دوربین ما یک دست دیگه ایم است. و به نظر من مهمترین و مشکلترین بخش کار یک مستندساز ایست که حضورش با شخصیت فیلم بیگانه نباشه و حضور کمرهش هم بیگانه نباشه. و برای رسیدن به این مرحله باید ما قربانی بدیم. قربانی هم ایست که زمان زیادی رو با اونا تیر بکنیم و تا جایی که اونا تحت تاثیر حضور ما قرار نگیرن و این کمره و تیم ما برشان یک مسئله بسیار عادی شد. آقای دانش، فیلم به لحاظ تصویری و روایت چگونه هست؟ فیلم به لحاظ تصویری فیلم خوب است. یعنی از اولین شات هایی که مثلا ما فیلم میبینیم، یک کابل غبارآلود میبینیم، در بین کابل دو تا کوه هست، کوه آسمایی و کوه شیر دروازه. خانه هایی که در دلی کوه مثلا هست غبارآلود دود گرفته و تصویر یک مسجد و بعد از اون مثلا صدای اذان هم ظاهرا شنیده میشه و بعد از اون وارد به حال روایت میشیم با خاطره. از لحاظ تصویربرداری من فکر میکنم فیلم خوبه هست. فیلمساز در صحنه های داخلی که با خاطره و خانوادهش تصویر برداری کرده، ما تصویر بسیار خوب و یک دست داریم. سایه روشن های چهره خاطره، پس زمینه تیره که در خانه وجود داره، خب لحظات خوب را فیلمساز توانسته در صحنه های داخلی ثبت بکنه و همچنین در فضاهای بیرونی از لحاظ تصویری خوب کار کرده. و از لحاظ تدوین فیلم تدوین نسبتاً خوب داشته. موسیقی آرام شروع میشه، در لحظاتی که مورد نیاز بوده از موسیقی استفاده میشه. صدا برداری فیلم در مجموع خوب است و از لحاظ تکنیکی فیلم یک دست ساخته شده. یه نکته خانم مانی، شما در این فیلم توی تیتراژ اشاره شده به اینکه فیلمنامه ای نوشتید و دو نفر دیگر هم، همسر شما و به یک فرانسوی فکر میکنم، کمک کردن به شما در نوشتن فیلمنامه این فیلم. آیا فیلم بر مبنای فیلمنامه ای ساخته شده یا اینکه نه نقش دیگری دارند این افراد؟ یکی از خوبی های سینمای مستند ایست که آدم همیشه غافلگیر میشه، همیشه اتفاقی میفته که حتی فکرش هم نمیکردی، ولی این دلیل نمیشه که ما کمره رو بگیریم و وارد میدان بشیم، بلکه قبل از اینکه کار فیلم برداری رو حتی شروع بکنیم باید بشینیم و پرونده فیلم کامل بنویسیم. من فکر میکنم که
نوشتن پرونده فیلم یک کار گروهی است و هرچی که این اتفاق با یک گروه کار کشته انجام بشه به این شانس موفقیت فیلم می افزاید. ما در نوشتن پرونده فیلم از خسرو ایمانی و یک دوست فرانسوی کمک گرفتم. خیلی از گریه ها را در سینما نوشتن باز میکنه و به نظر من هیچ فیلمساز آگاهی بدون نوشتن شروع به فیلم ساختن نمیکنه، چه قبل از اینکه کار شروع بکنه چه در جریان فیلم. همیشه هر از گاهی هر چند ماه باید پرونده فیلم دوباره نوشته بشه، چون هر روز و هر ماه اتفاقاتی میفته که فیلم رو به سمت و سوی جدیدی میبره که ممکنه برای فیلمساز ناشنا باشه. و میخاطر کسانی که با ما در نوشتن پرونده فیلم یا فیلمنامه کمکم کردن، نام اونا رو هم در فیلم آوردن. خانم محسنی، فیلم به لحاظ حقوقی و قانونی آیا باعث اتفاق خاصی هم در افغانستان شده، باعث تغییر شده تا الان؟ چیزی که برای من خیلی جالب بود از اول که 2014 من افغانستان بودم که خاطره شروع کرد به دادخواهی در واقع و جرأت کرد تا بوها رو شکستان. این واقعا یک مثل یک انفجار چیزی در ذهن همه مردم بود، هم به دخترها جرأت داد، به زنها جرأت داد، هم شاید متجاوزینی که واقعا وجود داره در بین خانواده ها، در بین جامعه، اونا شاید به خود فکر کردن و مهمتر از همه سیستم قضایی افغانستان زیر سوال برد. این خیلی مهمه. وقتی که ما سیستم قضایی ما زیر سوال میره، پلیس ما زیر سوال میره، که خاطره میگه چندین دفعه من با پلیس مراجعه کردم ولی پلیس به دادخواهی ما توجه نکرده، یا چندین بار گفت من پدرم به زندان انداختم دوباره آزاد شد. این یک اعتراض خوب به سیستم قضایی افغانستان بود، به تابوشکنی بسیار خوبی بود در افغانستان. و چیزی که برای من جالب بود این بود که اونمو جامعه سنتی با همه بدیاش، من هیچ وقت در داخل افغانستان ندیدم که هیچ زنی بگه که خاطره آدم بدی بود که این مسئله را گفت. همه یعنی میگفتن آفرین و همه یعنی علیه پدرش بودن در واقع، که چطور تا حال این مسئله ادامه داشته و بالاخره این پدر چطور زندگی میکرده. و بعد بدتر از همه ای که این آدم به مسجد میرفته و نماز میخونده و عوام فریبی میکرده در واقع. و این عوام فریبی در جوامع سنتی هست، وجود هست. داره. بله. در دلش وجود بله. داره و در واقع مذهب و سنت این عوام فریبی رو در واقع شاید به نوع کمک هم بکنه بله. که 100% پوشش بده، استمرار داشته بله، باشه. بله 100%. و چیزی که برای من شخصا جالبه و خوب بود واقعا که تابوشکنی بود، دادخواهی باید هر زن دادخواهی بکنه وقتی که بهش ظلم میشه. حالا متجاوز هر کس هست، به هر طریقی حقشو میگیره، تجاوز جنسی بهش میشه، تجاوز حقوقی میشه، هر چیزی. برای من یک تابوشکنی خیلی خوبی بود که فکر میکنم جامعه نیاز داشت به این. خب امیدواریم که دیگه این اتفاق نیفته. بسیار ممنونم از حضور شما و همینطور سهرا مانی. فرصت بیشتری برای صحبت در مورد این فیلم نیست، از طریق همین راه های ارتباطی که اینجا داره زیر نویس میشه شما نظرتون رو برامون بنویسید برای ما و بنویسید که فیلم چه تأثیری بر شما داشته. تا فرصت دیگه به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنونم از حضورتون.